بابا آبرون میبره این آخه برای چی اومده بیرون؟ ناکن ایشون کنی؟ ای خوربان جان قرنه چون تو دست چی فقط زدی؟ نه چه جاسمینه بدونم با این لباس اینجا چی کام کنی؟ لباس فرمت کن همین لباس هم شسته بودم دیگه چیز شدش گفتم باید گفتی دشوری یاد صافته یا خیلی به موقع رسیم نه؟ خب خیلی مداد عصبی شده بود چرا آفتابه دیگه چی چون بدم یک دوری بزنم گفتم که حالا احوالی هم ازت پرسیه باشم تمام شو چیزی یک سوال داشتم بینه بمیر دیگه سوارکاری بانوان کی زمانه های خود کار بوده نمی ها برو تو جاد نمی حرفو چی میزنی شهزاد همه که خدشم با خدشم در بدن و خدشم نمیاد تو خیخه میکنی من یعنی گفتم به غیر دستوی دیگه این برنه یا خیلی خب بابا میگم یک آرامشی داشته باشیم با هم دیگه ما یک سوال بکنم میرو خدا تمام شد نه دیگه سوال نبود سوال تو بپن یک خانم با کمالاتی بود تو اینجا بود ندیش ببین یه جوری بسته بندیت میکنم مثل بسته بندی یونجه میدم به جلو اسب بخورن تا ببین یک کولی قزک بیش نیستی چی گفتی؟ کولی قزک بترسک سر جایی بودو اینه شهراب دنده داشت شهراب دنده داشت میخوای سود بزنی خیابون بالایی جوندایی شما بیا باره شلوغش نمید شما اگه خودتون خواهر مادر ندارین که مزاحم ناموس مردم میشین بابا اینو یک چیزی بهش بگو بابا خودش ناموسش شه آقا بفرمایی بفرمایی داشتان برو ببخشید من خیال کردم باز پاشانی اومدی محل کار من حتما با صدای سگ منو در روی شرط و شروطمو بزنم زیر پام یکی رو بزنم بتره کنم تا خیالت راحت شه برو فری دم موتور برو دم موتور ببینم نه که شرط و شروطه تا زیر پات نذاشتی من این دفعه دعوا نکردم باشه صبح که خبرش به بابام رسید کلن ازت ناامید شد بیا دوباره. نداره دوباره شروع شد یعنی چی این دفعه دیگه از خر شیطون نمیاد پایین باز چی نمیاد پایین چند وقت این سگ پاسخته صبح تا شب دارم دنبال این میگردم که گذشتم رو جبران کنم اون وقت آقاد میشینه پای حرف چهار نفر برو بابا کجا میری؟ کجا دارم میرم پیش بابا بابا دیگه از این خرابترش نکن شهرام از این خرابتر دیگه نمیشه بالاتر از سیاهی رنگی نیست بری آتیش کن دادا دقیقه بایستا کارت دارم بگو من میدونم تو الان عصبی خرابی مخت داغونه اتوبانه ولی بدون داری میری برای کی گردن کلفتی کنی ببین اینی که داری میری بزنی به ترکونیش بابای مرجانه با من از الان گفته باشم چه؟ زنداداش دیده آره برات گذاشتن با این گندی که زری اونم بهت میدن حتما ببن زیپا باشه بابا سلام علیکم سلام این برو صبح مرجان خانوم اومد بهم گفت که شما یکی رو برام کاشتین که ره بره علت طولو میاد آمار منو بهتون میده البته شما هم حق داری حسن آقا منم میخوام دخترمو بدم به یکی چه میدونم آسمون جله پلاستیکیه خوبه بده بالاخره این کارا میکنم خیالی نیست مثلا مشکل کجاست من کاری ندارم آماری که میده چیه فقط بدون آماری که میده غلط حسن آقا من تصمیم خودمو گرفتم من میخوام آدم شم گذشته ها رو میخوام پاک کنم میخوام درست شم حالم الان خوبه افتادم توی یه مسیری دنبال خوشنام شدنم دوست دارم دیگه همه دوستم داشته باشن دوست دارم بهم احترام بذارن نه ترسشون نه واقعا بهم احترام بذارن توی مسیری افتادم که حالم خیلی خوبه
الان رو ابرای صورتی هم. وقتی یادش میفتم که میخوام چیکار بکنم این ته دلم قلقلک میره. دیگه از این مسیرم بر نمیگردم. چه دخترتو بهم بدی چه دخترتو بهم ندی، شرط و شروطم هر چی گذاشتی و نذاشتی اصلا کاری ندارم. فقط یه چیزیو بدون، اونی که باعث شد من تو این راه بیفتم حالم خوب بشه خود شما بودی. دمت هم گرم یا علی. داداش ولی واقعا نمیگم داداش، چه سخنوری کرد، کیف کردم، عشق کردم. اکابر چیه؟ دانشگاه کجاست؟ اینا همشون باید بیان حتی یاد بگیرم. دو دقیقه حرف نزنه جای دوری نمیره ها. داداش چرا اینقدر اعصابت بوده؟ چرا وقتی اعصابت خرابه رو من خواهدیم به چرا اینقدر کینه؟ چرا اینقدر نفرت؟ چرا خش؟ برو کجا برم داداش؟ به من بگو برو کجا برم؟ ماشال قربون ماشال ماشال قربون ماشال ماشال تو اینجایی؟ بابا امروز میگم ما مریضیم، یکی نیست یه چی که آب بذار تو گل ماشال. بسوزه پدرش. پدر کی؟ عاشقی. آره منم دفعه اول همینجوری شدم عین تو. وقتی یارو دیدم رفتم تو خونه تو اتاقم نشستم زل زدم به دیوار روبرو، هیچی نمیدیدم جز صورت یار. بازم زهی دارم میام ببرنه ماشال. با تایی هم باز بابا اگه بازم میخوای از این عجن مجنه ها برداری بیاری اینجا، تو رو خدا برو تو اتاق بازم هم به حال خودم بشون. آخه عجب آدمت، میگم امروز حالم خوبه، کلن خوبم، ردیفم. آره واقعا میگی؟ آره بابا ردیفم. آره فقط خواستم بگم میفهمم سوالتو میفهمم. از کجا بفهمی؟ بابا عاشقا حرف دلمو بی صدا میشنون. چی گفتی؟ چی گفتی الان؟ گفتم عاشقا حرف دلمو بی صدا میشنون. چی جالب، مال خاطه. چی مال خودم؟ شعره مال خاطه. شعره مگه؟ از این میری تو هپرو در این چیزا میگی ها؟ عجب آدمت. نه میگم از این جملات از این شعره داری بازه؟ بده بابا پستش کنم لایک خورم میره بالا. ولی عاشقی خیلی سخته. آشناس؟ شناسه؟ چی فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. تو باید بدونی کس و کارش کیه. باید ببینی دور و برش برادرزاده داره، خواهرزاده داره، دایی، عموی، کسی هست دور و برش کیان چیکارن؟ مگه مهمه؟ خیلی مهمه. اگه یه خواهرزاده یا برادرزاده قلچماقو به زن بهادر داشته باشه که با ازدواج شما مخالف باشه و زورش هم از تو بیشتر باشه، کارت ساخته است. معتاد میشی میافتی گوشه خیاب. ممنون بابت دلگرمیت. نه بابا از این خانواده ها نیان، اینا آدم حسابی هن. از کجا فهمیدی؟ ماشینش ها که خوبه. ها چشت ماشینش رو گرفت داره؟ نه ما اصلا این چیزا اصلا برام مهم نیه، نه خانه نه ماشینی نه پول و اینجور چیزا اصلا برام مهم نیه. ما خود دختر برام مهمه. اگه خود دختر خوب باشه براش ماشین میگیرم، خودم براش خانه میگیرم، خودم براش چه میدونم پول جور منم، همه چی جایزیه. آفرین آفرین، به این میگم مرد با غیرت، مرد با جربوزه. دمت گرم. خونه کجا داری؟ خانه که ندارم فعلا. نداری؟ ماشین چیه؟ ندارم فعلا که ندارم. پول داری تو حسابه؟ نه فعلا که پول هم ندارم. تو که بدبختر از این حرفایی، پس از کجا میخوای بیاری اینا رو بدی بهش؟ عشق یعنی این که تو باور کنی میتوانی یک نفر را خر کنی. کذب را هنگام فعل مخزنی آنچنان گویی که خود باور کنی. آفرین آفرین، دستت درد نکنه. اینجوری میخوای با کذب و دروغ زندگی شروع کنی؟ مخ دختر مرد عجب. بابا شوخی کردم، نمیخوام که حالا این کار. بوشو
باشو باشو بریم کمک کنیم بیاریم پایین. گفتم آقا بیا باشو 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 چیزا رو بهش نگی. نه 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 خیالت راحت باشه. بیا همین انارا برای ما بکش ساش حواظتون این دبره انارات مال نیست بسه بزه برای عوض کنم نه 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 همینه بکش همین تو هنگونم هستا این دوتا پیاز هم ایزاد این موزاییک هایی در این مغازت افتضاح شده دبره یادم بندست ملات میرم برای ردیب کنم اون بنداش همه از بین رفته یه دونه قشنگ دو قاب بریزم میشه آره اصلا خیلی افتضاح شده حقیقت میخواستم بهت بگم روم نمیشه خدا خیرت بده لقه بابا یکی رد میشه میخوای زمین برای درد سر داشته اون شفی خاطره خوبی از این اتفاق نداره مزو روزی که پدر زنت بهت میگه از که گوشمنی درست حسابی بهت بده یادته پاد گیر کرد به موزه که لق کله پا شدی من هم خندیدم چه ربطی داشت حرفی بی خود داری میزنی آرموزا من یه چیزایی شنیده بودم اوستا درسته؟ تو جشن دیدی؟ موقعی رفت خواستگاری پدر زنش ما بیلی دیدیم داخته بیرون ببینم تو رفیق منی یا رفیق گرگه؟ رفیق آقا گرگه بابا استاد جو قربت برم این بند خدا که حرف بدی نزد این ماجر وارد زمانی که هنه مادر استاد رو نگرفته بود بذار ببینم شما دیگه حرف دیگه ندارید بزنی؟ بکش بابا اینه رو بکش بریم بابا چشم استاد جو قربت برم استاد مثل اینکه مهمون داری دیدم بابا دیدم بلند شد بریم به کار زندگیتون برسید بابا چی اینجا نشستی کاسی به اینو مالی شدی برید بابا سلام آقا سلام علیکم و رحمت الله به به اوسه شفید شما چطوری؟ خانواده خوبه؟ آقازاده چطوره؟ ممنون عزیزم ممنون اجازه بدید کمکت کنید اجازه بدید کمک کنم فدای شما سلام برسونید چشمت من خدا به امداد خدا به امداد پروانه جون دست درد نکنه مبارکت باشه ممنونم فبوک شدم ایشالا عروسیت شما هم دو سال یه بار وقت نگیرین که کارتون 7-8 ساعت طول بکشه ایشالله عروسید شماره جدید مشتریه بله بفرمایید الو الو صدای اومد سلام ماما خوبم یعنی بهترم دردت بسودم مادر دردت بسودم خاک تو سر من بی غیرت که اینجوری تو مادر به این خوبی اینقدر اذیت ببخش من ماما نگو مادر نگویم ماما قصه نخوری ها یه ذره روبرو بشم بهتر بشم پول این حبیب آقا ماستند رو میام پرچ میکنم جلوش دیگه اینقدر نیاد دمه در اذیت کن تو هم قصه نخور دیگه قصه نخور من حلش تو فقط خوب شو برگرد من دیگه هیچی ازم من که خوبم یعنی میدونی که مادر اعتیاد جرم نیست یک بیماریست من فقط برای امروز سعی میکنم از زاویه دیگری به زندگیم نگاه کنم فقط برای هیچی ماما خوب میشم میام این کیه رفته لبل اسمان؟ اونش کسی نباید بره باشو بیدم چه خبرته؟ تویی؟ نه دکافیو هم از هالیوود اومدم اینجا شرخی بزنم اسپا رو ببینم برم باز این توهم زد توهم چیه؟ اشی میزدی؟ چی میزدم؟ من حاضرم به سوسک و مورچه هم نمیرسه کیو بزنم اینجا کسی نیست اشی میزدی؟
چیو میزدم؟ چی داری میگی؟ گوشیه تو دسته. چیه گوشیه؟ گوشی وسیله ای برای تماس گرفتن. گوشی گوشی میگم داشتی میزدی. چی چرا چرت و پرت میگی؟ من الان مگسی هم حالم بده، نمیفهمی خماری یعنی چی؟ بعد چه غلطی میکردی؟ داشتم به مادرم زنگ میزدم برای تماس با مادرم، بعد از تو اجازه بگیرم. این هر کی هر کاری میخواد بکنه باید همه اجازه بگیره، حتی به مادرش زنگ بزنه، حتی به خواهرش. برایش میگم الان با این ماهی قلب آقاتو شکار میکنم. دورت بگردم یه کاری واسه پسرت بکن دیگه. تو دوست داری عجز منو ببینی؟ الان نه، اینجا این روغن اگه بچه که رو صورت شهرام پری من دق میکنم جاش بمونه. بابا خب یه لحظه منو نگاه کن، دل بده به من، ببین چی دارم بهت میگم، گوش کن حرفمو دیگه. بابا بهت دل میدم، این اخلاق تو آقا چیه که هر کی با تون حرف میزنه باید زل بزنه تو چشتون؟ آدم با گوشش گوش میده، فدات شم گوش میدم. ببین راهی فدات شم پس گوش میدی اوکی؟ الان یعنی میری با خانم صحبت کنی من خاطرم جمع باشه؟ ببین وقتی خانم خودش نمیخواد ما شوهرشو ببینیم لابد یه اشکالی تو کارشونه. حالا یک کار من پنوهن برم اونجا بگم ببخشید شوهر شما کجاست؟ اگه برگشت من گفت تو رو سننم بگم چی؟ یه چیزی بگو دیگه. خدا وکیلی کدبانوی این خونه بودم برازندت من، تهران رو برات قروق میکنم، کار ما رو را بنداز. بس بگیم آقا تو من دیگه هیچی جلوش نگو، تو رو خدا بزن یه لقمه ماهی رو با خیال راحت بخوره. منکرتم ولی جون من ردیف کنی. تو گفتی کجا رو به نما میکنی؟ تهران رو قروق میکنم. قروق رو بگو کنی فری در رو واکو. چشم اینجا شدیم کلفت دیگه، در رو باز کن، برو چایی بگیر، برو دنبال فلانی، من نمیفهمم با اینجا. این کلیده. سلام. سلام، کسی خونه نبود شما زحمت کشیدین؟ چرا هستن ولی خب همشون به کار خودشون مشغولن دیگه. ببخشید پونه خانم، عذرخواهی میکنم، ببخشید من میخواستم یه میتونم یه لحظه یه حرفی بهتون بزنم. این چیزی شده دوباره؟ بله. چی شده؟ دوباره دعوا شده؟ چی شده؟ نه 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 نه، یعنی نه چیزی خاصی که. شما چرا اینقدر نگرانید؟ چرا نگرانم؟ بله. هر جا شهرام و رفیقاش هستن یه چیزی میشه. یه عرضی کوچیک داشتم خدمتتون. بله؟ خب نه من صداتون رو میشنوم، نه میفهمم چی میگین وقتی دستتون جلو دهنتونه. ببخشید. بلند بگین. عذرخواهی میکنم. میخواستم بهتون بگم که چجوری بگم؟ میخواستم بهتون بگم که از خواستگارتون چه خبر؟ فضولی؟ نه با شما. به شما چه ربطی داره؟ مگه مفتش محل؟ این غذا حاضر نشد، دلم ضعف رفت. سلام. سلام ماما. من یه ساعت خوابیدم. بله. اینجا خبراییه؟ بله. نه. چه خبری باشه؟ فقط هر جا شهرام و رفیقاش هستن قراره یه جنگ و دعوا و یه شری پیش بیاد. دکتر بعد از این تو هم که رابر اعصابتو میدی اجاره. قربونتون برم مهربان جون، یه ذره از این لقمه بخورین، الان اوستابیات شام میکشن. غلط نکنم این پسره با رفیقش یه غلطی میخوام بکنم. نه بابا این دفعه دیگه داستانه چیز دیگه یه، حالا برات میگم. ای باز بس نشستی که؟ میگم اگه مراد میده بگو ما هم بیایم همونجا بشینیم. موضوع خواستگاریه؟ میخواد بیاد صحبت کنی؟ تو ساده ای آخه. بابا خواستگاری ماستگاری نیست، اینا دارن دنبال یکی میگردن یه آشتی کنونی چیزی را بندازن. بابا چه گیری دادین شما، اینقدر بدپیله نبودین که؟ خوب بخواید واسه همه تا خدا خوب بذاره جلو پاتون. نجات زندگی کمتر از ازدواج نیست. الهی من قربون تو برم شهرام پری که انقدر دلت پاکه. عزیز دلم اینا حتما یه گرهی گرفتاری یه چیزی تو خانواده شون بوده که اینجور پیچیدن به هم. چی شد؟ شهر میکنه. شهرام. شهرام. شهرام کجا میری؟ شهرام. وایسا ببینم. سلام. سلام. چیکار داشتین؟ شما این رو بیارو تو آنم داشتیم. بیارو تو. شهرام اینا داشت که باش بلند دارم برم. بره بسو بسو خبره باز ها
خسته نباشی سایه سایه. نمیدونم معمولا همیشه گند زده. ببین من چیکار میکنی عمو؟ با تو هم؟ نزدیک بود بزنم با کشمه شهرام آقا شهرام اینو کی بودن؟ خوبی دایی؟ نوکرتم عمو شهرام ببخشید جسارت نشد گفتم میزنم بهش بعد بیمه میخواد درد سر داره غریبه نبود آشناس مشکل نداره برو به زندگیت برس آقا شهرام شما چیزی ندیدی یخچال فیز سوخته اتو لوازم برقی نه داداش ما هرچی داریم همون ناس که کار میکنه برو داداش حالا استاد چی انباری چه نمیخواد اگه داش خبرت میکنم برو کنتم ببین زد بارو بندین ما رو به هم ریخت درست میشه انشاءالله برو داداش برو دیگه میرم بابا برو داداش برو اسی سی های بابا ولش کن دیگه کاسب محله پری برو کنار نمیسارم برو کنار بابا خط قرمز من خانواده و خواهر و مادرمه من اگه میدونستم همچی غلطی کرده قلم پاشو میشکستم تو همین کوچه برو کنار الهی دورتون بگردم یه لحظه صبر کن یه سری شیشه خورد ارزش اینو نداره که با قلب خودت اینجوری کنی من برای شکستن شیشه نمیگم که حریم خونه منو چگونده اصلا حریم یا هرچی اصلا بخوای بری مادر رو جنازه من رد رد میشم از جنازت رد میشم برو کنار پری برو اون رد میشی؟ از روز جلسه پری خودت باز چشید به فکر فامیلیت افتاد برای یادت رفت خجالت نمی کشی؟ خجالت باید تو بکشی با اون پسرت که خرابکاریش تموم شدنی نیست زن پسر تو نیست تو نبودی که میگفتی پری جون من یه پسر کاکل زنی میخوام قد هیکل طلا میریزم به پاد بابا من غلط کردم من چجوری به برو پروانه برو یه قلم کاغذ برده بیار برو خانم داداش معذرت میخوام قلم کاغذ برای چی میخوام روی قلم کاغذ بیار تا جلوی این زن من بنویسم نوشتاری که بابا من غلط کردم حالا من چی غلط کردم اینو باید اون موقع میگفتی اون موقع که خانوادت به من سرکوفت میزدن خانواده من چی سرکوفت میزدن بودی اون بابای خودم بیامرزه تو مگه نمیگفت که شوهرت بیامرزه است آقا یعقوبم زیر خاک ولش نمیکنی بس دیگه سرم رفت میخوایی سر به کوه بیابون بذارم؟ خیلی خوب مامانی، خیلی خوب شفی جان، پری حق داره اصلاح شدن هزینه داره مادر من، از قدیم گفتن یه نفر برای همه، نه همه برای یه نفر چرا باید هزینه شو همه خانواده من بدن؟ الهی دورتون بگردم، همه ای ما فدایی یه تاره موی شما با قلبت اینطوری نکن خواهش میکنم تمومش کن انقدر عصبانی نشو ما رو انقدر نگران خودت نکن ببین ما همه حالمون خوبه میدونین چرا؟ چون به این کارهای آقا پسرتون عادت کردیم شما باید تا الان عادت کرده باشین حریم و حرمت هم خیلی وقت شکسته شده ما دیگه آبدیده شدیم دکتر بعد از این مبارک باشه مدرک آبدیدگیت وقتی دوتا بزرگتر دارن حرف میزنن تو حرف نزنی نمیگن لالی یا الله بوسا شرمنده درگیری های من شوهرم گرفتار کرده جبران میکنم ایشالله کسی طورش نشد فرو خانم طورش نشد نه من منظورم اینه که من یه رفیق دارم که تو کار شیشه است ها؟ شیشه پنجره بعد الان برم دنبالش یه دونه شیشه بهبهی باحال بیاد دست کنه مثلا باید ببخشید میگم جواب بله رو گرفتی داری با دومت گردو میشکنی آره جواب بله رو که نه آره چیدی چی بجاست ببین اگر بفهمم رفتی چیزی زدی به خاطر اینکه تو عشق شکست خوردی من میدونم و تو ماشال شهاب دیام شهاب میگن دیدی بعد یه آرزو تو دلت بکن به آرزوات میرسی ولی تو نیاز به این چیزا نداری که تو اونقدر زبل و واهوشی که چیزی رو دوست داشته باشی میری بدو دستی بهش میرسی همه موانع رو میزنی کنار آقا بیژن ما بزرگ فکر میرم یک کار ولی شاهکار
اگر بفهمم تو دستشویی الان چیکار کردی؟ تو از عشق شکست بخوری بری سراغ این چیزا؟ من میدونم تو بابا تو چرا امشب گیر دادی به این چیزا؟ تا جاپای من نذاری که بدبخت بشی. بابا ما دارم میگم بزرگ فکر میکنم، یعنی میگم یا ریس کن یا برای کسی که ریس میکنه کار. گرفتم. حالا اگر تو همین راست اگه دلار رو بخوایم تبدیل به تومن کنیم باید چیکار کنیم در وهله اول؟ آبجا زهی؟ نه بابا نه بشین بهت بگم. ببین این پول کلونیه، من اول از همه سخت برای مادرم درست میکنم، بعد کلی پول اضافه میاد میدم به تو، تو هم به آرزوات برسی بری زن و زندگی. برای شما زهی؟ بیچه چراغو خاموش کنم. اینا کیه؟ دایش حمله کرده؟ نه عزیزم آی رونقی خوش اومدین. سلام آی دوست محمدی. چی شده؟ چی اومد؟ هی جوابی سوالی نکرد. یه قربونت برم. قربون من چرا بری؟ خدا نکنه زنده باشی به آرزو. باطر نمیم که خدا رو بگو. ای جانم خدا. چی باشی؟ تو مثل جوجورده کسش دنبالی میایی تو همش. خب چیکار کنم؟ او بر بایستم این بر بایستدم، ولی باید بدونم چه اتفاقی افتاده منم بفهمم، شاید بتونم کمکت کنم. چیزی میخوای؟ لباس پلو خوری؟ ندارم. برو او بر بسه باید بیا. خب به من بگی چی شده؟ بجا فری کجاست؟ خونه آقا شجاست. مزه می‌ریزی؟ شوخی کیده بابا؟ ببین نه شهرام نه فری میدوزمت به هم. بابا شوخی حالت نمیره. آفرین. ببین خیلی کار خوبی کردیم، برقمنگا رو خوبش کردیم، کفشتون آوردیم تو. اصلا امشب مولا غیرتا نیاد بیرون، دستشویی هم دارید نگه دارید که یه امشب برطرف شه. من خیال جمع برم. خیال جمع نه دیدی دستشویی نریم. عجب آدم عجب آدمه؟ ببخش عجب آدمه گوشای چیزی داره. آدم عجب آدم خوبیه که حواسش هست. پسرهای خوبی باشید، امشب نهید بیرون نفری یه دور از سوارتون میکنم. باشه؟ خیلی توی؟ بیا تو. بیا تو بینیم بابا. حساب کن. اوه تریلی داره میاره، بیا تو بینم. سنگینه خب بابا، ده بار زنگ زده نمیفهمه اصلا. خب چیکار کنم؟ خب داداش من که اندازشو نمیدونستم، نمیدونستم طولش چقدر ارزشش چقدر. خبرت میرفتی اندازشو میگرفتی که اینجوری ده بار زنگ نزنی. خب هول شدم دویدم رفتم. خب هول چی شدی؟ هول شیشه که شکست. تو هول شیشه که شکست شدی؟ نه نه هول سنگی که خورد به شیشه که شکست شدم. خب معلومه دیگه دیگه شیشه بود. فریدون دستت درد نکنید، زحمت کشیدید. اوسا شیشه رو خریده آقا فریدون. کی؟ مخلصم. دست شما درد نکنه. آخری دارن نصبش میکنه. دعوت کشیدی. چقدر شد آقا فریدون؟ این حرفا چیه؟ نفر نه دیگه باید حساب کردی. نه نه. آشا قابل نداره. ولش کن خودم میدم. ببینم این پسر نادونه اسمش چی بود؟ اصلا. اصلا. آخه این خر فکر نکرد که ممکن بود پشت شیشه کسی باشه؟ این حرفا چیه بیزنی اوستا جلو آقا فریدون؟ آقا فریدون تو خانوادهشون ریز درشت دکتر هم، بعدا خر نمیدونن چیه. آقا فریدون خر حیوانیست نجیب. نه نه اون اسبه، ببخشید اسب حیوانیست. این بحث رو بل کنه. اسبه؟ خیلی خوب این آقات هم گازو گذاشته تا آبرومون نبره بل کن نیست. شما بفرمایید یه استراحتی بکنید، خستگی در کنید. پونه جان پونه جانم سلام. برای آقا فریدون یه میوه چیزی آماده کن، خسته نشون. خداش خوبه. نمیخواد، ما شام کار داریم، سری باید بریم باشگاه. این شیشه رو نصب کنه. ما رفتیم. مگه من میذارم شام نخورده بریم؟ از اون بره. نمیبینم. باید بریم میگم، میریم باشگاه چیزی میخوریم. نه تا شیشه رو نصب کنه دوستت من شام آماده کردم. دست شما در نکنه دیگه. ممنون، متشکرم. کسی بالا نیست، یا الله بگو برو نصب. یا الله. ایزه هست؟ فرمودین که خانواده همه پزشک هستن؟ بله. اون وقت هم پدر هم مادر؟ پدر مادر هم بله.
مادر تخصصشون چیه؟ مادر دندانپزشک. پدر؟ چشم پزشک. اون وقت پدر و مادر پزشک، شما شیشه میندازین در پنجره. پدر مادرشون پزشکن و خودشون از هر انگشتشون 10 تا هنر میریزه. فری جان مادر، من یه چشمم آب مروارید شده بود، بعد اونو عملش کردم، اما حالا این چشم اذیتم میکنه، با عینک میشه برطرف بشه؟ ماما پدرشون پزشکن، به خودشون چه مربوط، از کجا بدونن؟ پسر کو ندارد نشان از پدر؟ کو ندارد از فضل پدر ایشون شد. ببخشید اگر این سوالات پزشکتون تموم شده، من برم شیشه رو بنازم، کت کولم افتاد. بله بفرمایید، مواظب باشید. ببخشید. بله ببخشید. چرا نمیذاریم از سوالام بکنم؟ ای ماما، خب چه سوالی؟ میفر؟ ممنون. چه اتفاقی افتاده؟ حالتون خوبه؟ خدا رو شکر خیلی خوبم. فقط یک سوال دارم که جوابش رو صاف و پوسکنده میخوام. بیژن میشه شماست؟ بله. حالش چطوره؟ حالش که خوبه. خوبه، یعنی عالیه. یعنی دوباره رفته سراغ اون گفتی؟ نه 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 نه، اتفاقا خیلی دوست داره که هرچه سریعتر ترک کنه، خیلی هم انگیزه داره که سریع برگرده به دامنت خانواده. باشه. یه کاری واسه ما بکن دیگه. پروانه پونه، بیاییم ببریم. اینجوری قنبرک نزن، گفتم فردا میریم با زنش حرف میزنی، فقط آقاد نفهمه. منم میام. باشه. میخوام 4 تا درست بار این زنه بکنم، ببینم واسه چی شوهرشو قایم کرده. شما هم درست بارش کن، ما هم ریز بارش میکنیم. نخیلی طوری میشه مهربان جون؟ مگه دکتر نگفت نوشابه براتون ضرر داره؟ به شما گفت؟ به من که نگفت. منو کجا میبرید؟ ریلکس، ریلکس. منو کجا باید تکلیف خودمو مشخص کنم؟ آقا تو بیا، بهت میگم دیگه. بچم بیا، بچم بیا. چرا میخوای بگو بیا؟ خبرو داشته باش. برو برو ببین، قربون نیادی وقت. با یه چیز کوچیکی میخوام بردارم برم. ببین عجب آدمی، تو داری رسما دزدی میکنی. بابا دست خوش، تو عجب آدمی، تو آشو با جاش بردی، ما به تو حرف زدیم. بانه تو که برگردوندم من. آقا ما میخوام یک امانتی کوچیکی بردارم دیگه، تو حواست بگیر. بابا درد سر میشه ماشاءالله. آقا اینقدر درد سر منی واسه چی خواب؟ تو مگه سوارکاری بلدی؟ لباس سوارکاری داری برمیداری؟ آره بس که ما بلد نباشم. بابا درد سر میشه، بیا بریم اینا رو بزنیم. رفیقی هستی، میخوای ما رو تنها بگذاری تو این شرایط؟ کی بود که موقعی که درد داشتی از تو پرستاری میکی؟ تو کی بود که میگفتی؟ تو حالا من چیکار کنم؟ دزدی کنم باهات؟ تو حالا ما رو ور کیدی، چسبیدی به اون فریدون دلنگو و اون شهرام لافزن. سایه سرم دیگه، دکتر گفته باید ماهی بخوریم، برای همین درست کردیم. بخورم. به به اومد. بفرمایید، اینم غذای مخصوص خانواده. خدایا هیچ سفره ای رو بی برکت نذار. خدایا هیچ سفره ای رو بی بزرگتر نذار. الو شهر و منومت کجایی؟ او ماشد قربان اینجا وایستاده؟ خیلی خوب برداشتم، بیا. ای مهندس تام فکر فرمیشو از شورده اینجا. مهندس کیه؟ صاحب باشگاه؟ بر شما کیه؟ این موقع شب اونجا چی کار میکنه؟ کم بر من بزن. یه دقیقه ما نمیتونیم این آدم زندگی کنیم. کی بود؟ اونش بینی فرید. اه شهرام جان، شامو بخوریم بعد. میرم میام، کار دارم. بلنشو. بخوان کی بود؟ بلنشو فرید. چی کار داری؟ با اجازت. پس من تازه هم گرفتم، دو تا جو شیرینه. دست شما درد کنه، خیلی خوش آمده. دو تا جو خیلی خوش آمده.
جان میگم که همون کسی هیچی نیستی، همه چی هم مرتبه. خسته شدی؟ برو استراحت. نه جو. فقط شام نخو، من جوی کباب. نه 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 نمیخوام نه, نه. من میگم جوی کباب میفرستم تموم شد. رو حرف هم حرف نه. قربونت برم جان. جانم اونس. جان چه میگرانی قربون؟ قربون؟ این وقت شب سوارکار داریم اینجا؟ نه. داشت من مطمئنم امشب این ماشین گندی میزنه. اگر امشب گند نزنه من اسمم عوض میکنم. بابا اینو گندش نکن انقدر. یه خورده واقعا نچسبه همین. نچسبه؟ آره دیگه. نچسبه. داداش این وقت صبح به صبح من چشم چشه میفته. انگار یه لیوان اسید سر کشیدم. اگر این مهندس بفهمه من این باشگاه رو کردم خوابگاه این جک و جونور برام. من یه بالا نسبت بگو خوابگاه یه مش جک و جونور. منم اونجا میخوام. بالا نسبت تو من چیکار میتونم؟ دارم قاطی همتون هم دیگه. بابا من اصلا به تو منظورم نیست، من به اون منظورم دور از اون دور دار علکی همه چی قاطی میکنم. خیلی خوب شروع من آخه داد میزنی علکی؟ داد نزن من داد دارم با شما مگه همو میشناسین؟ بله بابا جان، ایشون هم بنده خدایی هستن که پنچره ماشینمو کمک کردن گرفتن. باعث افتخاره. آه به به آقا خیلی لطف کردین. در حقیقت به من کمک کردین. دست شما درد نکنه. اتفاقا من اگه میدونستم که شما اینجا هستین امروز و میهمانی دارین، تمرین با دوست خودم رو برای یک روز دیگه میذاشتم. خواهش می‌کنم. ماشاءالله سوارکار قابلی هستی. علاوه بر سوارکاری من خب یک هنرهای دیگه هم دارم. ریا نباشه تو بحث آشپزی خیلی قابلیت هایی دارم. مرغ توش کت کباب خدا حاجت شکم رو زود میده. بچه ها ببینیم کی اومده. یکی بود به من گفت حواس کباب ترش اینا کرده بودیم. استادش اومده اینجا. یک کفی بزنید درشون. بعد هم ببینید که اگه دوست داشتیم یک ترایی هم شما بنگید. معلومه که بپردید میکنم. سگا بستن؟ آره داداش بسته است. مهندس مهمون دعوت کرده بوه بجور. بیا اونا رو بسته بیا خیره خیلی بشه. مطمئنه دیگه؟ آره دیگه. خیلی خوب برو. نه بابا من بودم، من بودم، شوخی کردم، درزیدی، رو ببیرم انقدر میزنمت مهمونای مهندس بیان از زیر دست و پام جمعت کنن. نکن این کار، خسته میشی، نکن، نکن. چقدر آروم نشسته؟ ببین، هیچ کاید نداره، هیچ کاید نداره، هیچ کاید بس ببینم بسته است؟ آره بسته، بسته است، بسته است، همون خواسته ببینم بسته است یا نه؟ بیا داداش بیا، بشین، بشین. داری اونجا رو چه خواه داره؟ اوه 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 ای 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 وای ای وای بدبخ شدم داداش، بدبخ شدم. دادا من بالاخره این ماشالو میکشم همین وسط چالش میکنم، همین وسط چالش میکنم این اسب روش هست. اگر این کارو نکردم از سکم درم. حالا نگاه کن. آره دیگه خود نکبتشه دیگه. آره اونهاش اون بیژن اون وسط. آره آقا اونها تو نمیبینی بیژنه، بیژن اون وسط. اون ماشاله برداشته اون دیوونه رو برده اونجا. تو باید بپرسیم دادا همه اینا زیر سر تو. خب برو اینا رو بکن بیارشون. قربان فری بیچاره شدم، فری بدبخت شدم، کار بیکارم میکنم. آقا کی به تو کار داره؟ کی به تو کار داره؟ من همه رو به گردن میگیرم به تو چه؟ برو بیژن و ماشالو بردار بیار. دست خالی نیایی یا دست خالی نیا. بیا بریم اتاق منو تو بیا برای تو بریم اتاق تو اونا رو بیاره. شرم تو چی میشه؟ بابا چه میدونم چی میشه آخه؟